ورود سپاه پاسداران به اقتصاد ایران محصول اراده مشترک علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در سال 68 و هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی در سال 68 است. بین سالهای 68 تا 71 یک دوره همکاری سطح بالا بین علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی وجود داره در اداره کشور قبل از شروع اختلافاتشون، و در اون دوره تصمیم گرفتن سپاه پاسداران رو که ادوات مهندسی در دوره جنگ داشت، این ادوات مهندسی رو وارد کارهای پروژه‌های اقتصادی بکنه، چون دولت رفسنجانی معروف به دولت سازندگی بود. منتها این ورود در نهایت به جایی رسید که غیر قابل مهار شد. دولت هاشمی رفسنجانی و دولت خاتمی و بقیه رو تحت شعاع قرار داد و به ابزاری در دست علی خامنه‌ای و خود فرماندهای سپاه تبدیل شد که به یک غول بزرگ اقتصادی، سیاسی، امنیتی تبدیل شدن. اگر بخوایم بگیم این نفوذ در کجاها رخ داده، شاید 8-9 جای مهم وجود داره که 4 تا وزارتخونه اصلی هست. یعنی وزارت نفت که بزرگترین پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی در اونجاست و پول بسیار بسیار بزرگی و در واقع بزرگترین پوله. دوم وزارت نیرو که پروژه های سدسازی و انتقال آب و برق در درون اون قرار داره، نیروگاه ها که سپاه پاسداران اونجا پیمانکار بزرگی بود. سوم وزارت راه و شهرسازیه که پروژه های راه ها، اتوبان ها، قطار ها، ریل ها، اینها وجود داره. و 70% شرکت‌های دولتی که عمده بودجه عمرانی هم در همین شرکت‌های عمرانی هزینه میشه در همین سه تا وزارتخونه است، یعنی نفت و نیرو را شرزده. اخیراً در سال‌های اخیر یک وزارت چهارمی اضافه شده که سپاه پول بزرگی اونجا به دست میاره، وزارت ارتباطات، بحث اینترنت، فروش فیلتر شکن و مخابرات اینها. چهارمین جایی که سپاه این نفوذ رو به لحاظ اقتصادی به دست آورده تجارت خارجیه. به یمن دفاع خامنه‌ای و سپاه پاسداران از بقای تحریم‌ها، سپاه پاسداران در یک تجارت خارجی تحریم محور که بازار سیاهه، بدون نظارت و بازرسی و از مجراهای غیر رسمی تونسته پول بزرگی رو ناشی از این هم سازمان سپاه هم فرماندهای سپاه به دست بیارن. پنجمین جایی که این پول به سپاه میرسه نهادهای مذهبی و نزوراته، یعنی مراسم اربعین، زینبیه، تیم‌هایی که کاروان‌هایی که به حج اعزام میشن، اینا عمدتاً دست نیروهای فرماندهی سپاه پاسدارانه. ششمین جایی که میتونم بهتون بگم فساد ناشی از رانته. یعنی مقامات سپاهشون در مقامات ارشد در همه جای کشور هستن، رانت اطلاعاتی دارن، خبر دارن که چه قانونی عوض میشه، چه قانونی عوض نمیشه، از این برای بهره‌گیری اقتصادی استفاده میکنن. مثلا اینکه بانک مرکزی امروز میخواد طلا بفروشه، ارز بفروشه، دلار بفروشه یا نه، اینا چون میدونن میرن و چون نفوذ دارن میرن جلوتر. و شاید مثلا هفتمین مورد این باشه، جایی که اینا با حذف بخش خصوصی سود به دست میارن. چون در حاکمیت نفوذ دارن، بخش خصوصی رو کنار میزنن و با کنار زدن بخش خصوصی پروژه ها به خاتم الانبیای سپاه میرسه، به بخش خصوصی نمیرسه، یواش یواش بخش خصوصی ورشکست میشه. و نهمین و آخرین مورد، سود اقتصادی ناشی از اینه که کدوم سمت‌ها رو در کشور دارن. چون حجم زیادی از سمت‌ها رو در کشور دارن، پول‌هایی که در اون بخش هست زیر نظرشونه. مثلا موقعی که زاکانی از طرف سپاه محمد رسول الله میشه شهردار تهران، کل پروژه‌های شهرداری در اختیارشه و بیشترش به سپاه میرسه. یا موقعی که روزنامه دارن، رسانه، در این 9 بخش عمده است. منحصر به این 9 بخش البته نیست، این 9 تا بخشای اصلی که نفوذ اقتصادی سپاه توش رخ میده. بله آقای ویسی، در همون ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که پروژه مشترک هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای بود که سال 68 اشاره کردید که اینها این کار کردن. سال 67 یک تنشی ایجاد شد، یعنی هاشمی رفسنجانی در 15 شهریور 67 اومد خواست که سپاهی‌ها بپیوندند به ارتش، در واقع جنگی که تمام
تمام شده بود، هاشمی رفسنجانی فکر میکرد که حالا این سرداران سپاه رو بیاره زیر مجموعه ارتش قرار بده، که یک مقاومت بسیار شدیدی رو انجام دادن. 10 روز بعد رفتن این مجموعه سراسری فرماندهان و رؤسای سپاه رو اونجا در واقع این رو بنیان گذاردن به عنوان مخالفت. حالا بعد علی خامنه ای آمد و حمایت کرد. این تنشه رو آیا میتونید کوتاه برای ما توضیح بدید که قبل از سال 68 جایی که در واقع نقطه عزیمت بحث شما بود؟ ببینید، در جنگ ایران عراق ایرانی‌ها مشکل فرماندهی واحد داشتن و جنگ فرماندهی واحد می‌خواد. چون بین ارتش و سپاه مناقشه بود بر سر شیوه رزم، هاشمی رفسنجانی به این نتیجه رسیده بود به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا که اینها باید با هم ادغام بشن و در آخر جنگ اینو داشت شروع می‌کرد و بعد از جنگ داشت این کارو می‌کرد که بعد از مرگ آیت الله خمینی این پروژه متوقف شد، چون علی خامنه‌ای گفت من اینو قبول ندارم و سپاهی رو که تقریبا منتقد خامنه‌ای بود، علی خامنه‌ای شروع کرد فرمانده‌هاش رو به خودشون وابسته کردن و این رو مبنای حکومت قرار داد و اونجا خامنه‌ای تصمیم گرفت که سپاه اساس حکومت بشه و ادغام هم نشه. بر همین اساس مبنای حکومتشو بر این گذاشت که هر چقدر من به سپاه اجازه بدم ورود بیشتری به همه عرصه‌ها بکنه، حکومت خودم قدرتمندتر میشه. و اونجا ببینید یه پنجگانه شکل گرفت. این پنجگانه است که فساد آوره. 5 چیز رو به سپاه داد که موقع این 5 چیز رو به هر گروهی بدی حتما فساد پیش میاره. متأ خامنه‌ای برای نگهداری حکومتش کار کرد. قدرت سیاسی بدی، سرویس اطلاعاتی بدی، اسلحه بدی، پول بدی، رسانه بدی. این 5 چیز هر جایی که با هم جمع بشه حتما فساد میاره. در حتی نظام‌های دموکراتیک دنیا هم این 5 چیز با هم به یک گروه نمیدن و خامنه‌ای این 5 گانه رو به سپاه داد و این 5 گانه منجر به این مافیایی شد که الان حتی اگر خود خامنه‌ای هم بخواد مهارش دیگه نمیتونه بکنه، ولی خامنه‌ای نمیخواد مهارش کنه، چون میدونه اساس نگهداری حکومت و سرکوب مردم معترض ایران توسط سپاه انجام میشه.